سرخط خبرها. زیان کم سابقه اروپا از بحران کرونا. فرانسه و ایتالیا دچار رکود شدند. در آمریکا ترامپ برای بازگشایی کسب و کارها آماده می شود. منع فعالیت حزب الله لبنان در خاک آلمان. دولت مرکل این گروه را تروریستی اعلام کرد. مایه کوبی کودکان تحت شعاع کرونا. سازمان ملل درباره پیامدهای اخلال در واکسیناسیون هشدار داد. و تلاش جهانی برای یافتن دارویی حیاتی. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. وزیر بهداشت ایران هشدار داده این کشور باید خود را برای هجوم سنگین و همزمان کرونا و آنفلانزا در نیمه دوم سال آماده کند. این در حالی است که رئیس جمهوری ایران امروز دوباره از عملکرد دولتش در مبارزه با کرونا ستایش کرد. طبق آمار دولت از دیروز کمتر از 1000 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و حدود 70 نفر هم جانشان را از دست دادند، هرچند منابع دیگر آمار واقعی را بسیار بیشتر از آمار رسمی می‌دانند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. بیمارستان‌های ایران در صف اول مبارزه با کرونا. ویروسی که تا به حال جان هزاران نفر را در ایران گرفته، از جمله کادر درمانی. هرچند رئیس جمهوری ایران با استناد به آمار رسمی می‌گوید تخت‌های بیمارستان‌ها در حال خالی شدن است و روند ابتلا و مرگ و میر رو به کاهش. من به مردم عزیزمون اعلام میکنم، خود آمار دیشب رو که من نگاه کردم بسیار برام خوشحال کننده بود. این آمار نزولیه به حمدالله، یعنی در مبتلایان آمار نزولیه، در کل در بستری در بیمارستان آمار نزولیه. یعنی من الان بر مبنای آمار دیشب میتونم بگم بخش اعظم تخت‌های بیمارستانی ما که برای کرونا اختصاص دادیم خالیه و امیدواریم روز به روز خالی. البته درباره صحت آماری که آقای روحانی به آنها استناد میکند تردید وجود دارد. روزنامه شرق در شماره دیروز خود نوشت که ثبت احوال ایران در اقدامی عجیب آمار تازه مرگ و میر در کشور را اعلام نمی کند. به گزارش شرق، آماری که روزانه اعلام می شود آمار همه مبتلایان و جانباختگان نیست، بلکه آمار افرادی است که به مراکز درمانی مراجعه کرده و تست کرونا دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع بیمارستانی و بعضی از نمایندگان و مقام‌های محلی هم می‌گویند که آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است. شفاف نبودن آمار خوشبینی کاذب ایجاد می کند. البته باعث می شود لنز دوربین تصویری از عادی شدن شرایط منعکس کند. وزیر بهداشت ایران اما می گوید شرایط عادی نیست و شهروندان باید اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را همچنان رعایت کنند. من گله دارم از بعضی از شهروندان عزیز. خیلی قضایا را عادی فکر کردید. درسته که ما دستاورد بسیار مطلوبی رو در اوج گرفتاری اقتصادی داشتیم. درسته که واقعا مرگ و میرهامون به دو رقمی رسید که انشالله میریم به سمت نزول بیشتر. درسته که ما توانستیم ورودی بیمارستانامون رو در کشور به حد اقل برسونیم، اما این به این معنی نیست که کرونا تمام شد. کرونا هنوز شکست نخورده، اما بعضی می‌خواهند اماکن مذهبی باز و گرد همایی‌های معمول در آنها به حالت عادی برگردد. وزیر بهداشت می‌گوید این کار می‌تواند خطرناک باشد، اما در بعضی از مناطق با رعایت شرایطی خاص امکان پذیر است. ما همکارانمون رو بسیج کردیم، دستورالعمل‌هایی رو تدوین کردن. شهرهایی که ما اونها شهرهای سفید می‌دونیم و اون سفید بودن هم یک مراحلی رو داره، میتونن در اونها نماز جمعه برگزار کنن، میتونن در اونها نماز جماعت رو با رعایت پروتکل ها برگزار کنن. من از دولت پیشتر گفته بود که قصد دارد به زودی اماکن زیارتی و مذهبی را باز کند. شرایط حتی به روایت آمار رسمی هم عادی نیست. 24 ساعت گذشته با تلاش همکاران ما در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور 983 مورد ابتلای
قطعی و جدید به بیماری کووید 19 در سراسر کشور شناسایی شده که با در نظر گرفتن این تعداد اخیر ما عملا 94640 مورد رو به عنوان مبتلایان قطعی به این بیماری تا این لحظه در کشور میتونیم خدمت شما گزارش کنیم. مدارس و دانشگاه ها هنوز تعطیلند، اما وزارت علوم اعلام کرده که مراکز علمی به صورت تدریجی باز خواهند شد. در گام نخست دانشجویان دکترا به دانشگاه ها باز میگردند. مدارس هم احتمالاً اواخر تابستان کار را آغاز خواهند کرد. ایران هنوز با عادی شدن شرایط فاصله دارد. روند بازگشت به روزهای عادی برای تمام کشورها در جهان پیچیده و زمانبر است. شتاب در آن میتواند رسیدن به این هدف را دشوارتر کند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. ویروس کرونا اقتصاد بسیاری از کشورها را هم زمینگیر کرده. اتحادیه اروپا شدیدترین زیان از زمان بحران مالی یک دهه پیش را ثبت کرده. فرانسه و ایتالیا وارد مرحله رکود اقتصادی شدند. در آن سوی اقیانوس اطلس، رئیس جمهوری آمریکا که کشورش بیشترین شمار قربانیان کرونا را دارد، گفته به زودی درهای اقتصاد را خواهد گشود. اما در روسیه با جهش بی سابقه تعداد مبتلایان، پلیس گفته که مقررات قرنطینه را سفت و سخت‌تر از قبل اجرا می‌کند. علی همدانی گزارش می‌دهد. کیمیا شاید در این بطری‌ها باشد. داروی ضد ویروس رمدسیویر که برای درمان ابولا به کار گرفته می‌شد. رمدسیویر در کارآزمایی کلینیکی در بیمارستان‌های اطراف جهان دوره علائم بیماری را از 15 روز به 11 روز کاهش داده. کارزاری که زیر نظر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های واگیردار آمریکا صورت گرفته. اعلام نتایج این تحقیق که راه درازی تا نتیجه قطعی دارد با این جلسه روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با وعده بازگشایی کشور. آقای ترامپ که تنها چند ماه تا انتخابات ریاست جمهوری فاصله دارد، اینجا در حضور مقام‌های بهداشتی و درمان گفته درهای اقتصاد را باز می‌کند و درهای سور و سات رقابت‌های انتخاباتیش را هم. آمریکا حالا در صدر کشورهای مبتلا به کرونا نشسته با بیش از 1 میلیون مبتلا و بیش از 61,000 جان باخته. انتقادها از کابینه آقای ترامپ بسیار بالا گرفته، از اینکه او دیر اقدام کرد و بحران را درست مدیریت نمی‌کند. لندن همچنان خلوت به امید آنکه امروز بوریس جانسون نخست وزیر که قرار است بعد از مدت‌ها بیماری و مرخصی جلسه کابینه را تشکیل دهد، درباره برون رفت از بحران و گشودن قفل‌های اقتصاد تصمیم بگیرد یا چیزی بگوید. انتقادها از دولت آقای جانسون بالا گرفته، با اینکه مقامات بهداشتی دولت بریتانیا گفته بودند که شمار روزانه آزمایش‌ها تا پایان ماه میلادی جاری، یعنی امروز، به 100,000 مورد می‌رسد، اما به نظر می‌رسد این کشور تازه به نیمه این مقدار رسیده. آلمان، کشوری که به مدیریت خوب بحران شهره بود و 75% از 160,000 مبتلایش بهبود یافته بودند، گفته با بازگشایی اقتصادش در 4 روز گذشته شمار مبتلایان بالا رفته و بالاترین در شبانه روز گذشته بیش از 1400 نفر مبتلای تازه ثبت شده. صنعت هواپیمایی مضطرب، پرنده ها همه در لانه ها خفته، بی مسافر، بی خلبان. و اینجا یکی از مشهورترین مقاصد توریستی در اروپا، جزایر آفتابی یونان، بی گردشگر. یونان میگوید بسیار باخته، اما امیدوار است با شروع تابستان گردشگران به این کشور بازگردند. شاید اقتصاد همیشه خراب یونان جانی بگیرد. اینجا خانه خدا، مکه، فاصله گذاری اجتماعی در برابر قبله مسلمانان، نماز ماه رمضان با تعداد بسیار اندکی، عمدتاً مقامات سعودی که در فاصله 2 متری از یکدیگر ایستادند. مناطق جنگ زده خاورمیانه پر مصیبت تر، امکان آمارگیری مستقل وجود ندارد. درمانگاه‌های مانند این یکی در یمن آسیب دیدند. بسیار از شهروندان حتی از وجود ویروس بی‌خبرند. در یمن جنگ زده اولین موارد مرگ بر اثر کرونا ثبت شده، بی اطلاع دقیق از شمار واقعی مبتلایان و قربانیان. اما آفتاب امیدواری از شرق طلوع کرده، از اینجا در کره جنوبی. کره ای ها مشغول شوک گذاری های بهاری. در شبانه روز گذشته هیچ مورد تازه‌ای از ابتلا به ویروس کرونا گزارش نشده. بعد از ماها مبارزه بی امان، نویدی برای طلوع آفتاب امیدواری در سایر نقاط جهان. علی همدانی، بی بی سی.
امروز تاجیکستان اعلام کرد در این کشور هم ویروس کرونا هست. ستاد پیشگیری از گسترش بیماری کووید 19 در تاجیکستان گفته دیروز نتیجه آزمایش 10 بیمار در شمال کشور و 5 نفر دیگر در شهر دوشنبه پایتخت مثبت بوده. وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید حالا بیش از 2000 نفر مشکوک به ابتلا به کرونا در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این کشور تحت قرنطینه هستند. گفتگو داریم با سهراب ضیا خبرنگارمون در دوشنبه. بیشتر به ما بگو از جزئیات اخبار در تاجیکستان. ناجی، خبر شناسایی اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان در جلسه امروز ستاد پیشگیری از گسترش این بیماری در تاجیکستان اعلام شد. ریاست این ستاد به عهده نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده است. در جلسه ستاد گفته شد که یک روز پیش نتایج آزمایشی 15 نفر مثبت برآمده که 10 نفرشان ساکنان شمال تاجیکستان، یک منطقه هممرز با ازبکستان و تاجیکستان هستند و 5 نفر دیگر ساکنان شهر دوشنبه هستند. بر اساس تصمیم امروزی وزارت بهداشت تاجیکستان در این ستاد، از امروز به بعد استفاده از ماسک اجباری شده، همینطور از روز دوشنبه آینده همه دانشجویان کورس‌های سال‌های اول، دوم و سوم دانشگاه‌ها به تعطیلی تابستانه می‌روند. و وزارت بهداشت تاجیکستان در جلسه امروز گفته که در 90 روز اخیر حدود 11000 نفر شهروندان تاجیکستان و همینطور اتباع خارجی در قرنطینه بودند و حدود 8500 نفر آنها سالم به خانه هایشان برگشتند و حالا بیش از 2000 نفر دیگر همچنان در مراکز درمانی و بیمارستان ها در قرنطینه بسر میبرد. قبلا خیلی تعریف شده بود از اینکه چطور دولت تاجیکستان تونسته جلوی شیوع و گسترش ویروس کرونا رو در این کشور بگیره، ولی خب حالا میبینیم که تاجیکستان هم از این ویروس مسئول نیست. این تمهیدات تازه‌ای که در نظر گرفته شده چقدر میتونه مؤثر باشه؟ نجی، البته تا حالا در تاجیکستان مثلا از روز دوشنبه گذشته مدارس تعطیل شدند، همینطور مساجد تا پایان ماه رمضان بسته خواهند بود. در خیابان‌های شهرهای تاجیکستان تدابیر ضدعفونی انجام می‌شود. از امروز برای 10 روز تمام بازارها و مراکز فروش لباس تعطیل شدند و برخی حتی سالن‌های ورزشی برای پذیرش بیماران آماده کرده می‌شوند. اما واقعیت این است که با وجود آنکه در حداقل یک ماه اخیر گزارش‌های زیادی از مرگ مشکوک چندی نفر در مناطق مختلف تاجیکستان رسانه‌ای شد و همینطور در شبکه‌های اجتماعی، اما مسئولین وزارت بهداشت تاجیکستان مکررن اصرار میکردن که علت مرگ این افراد کرونا نیست، بلکه آنها بیشتر بر اثر ابتلا به بیماری های به ویژه التهاب ریه فوت میکنن. و رسید تا امروز که در ستاد پیشگیری از گسترش این ویروس در آستانه سفر یک هیئت سازمان بهداشت جهانی اعلام شد که در تاجیکستان 15 مورد مثبتی کرونا ثبت شده و از امروز در کوچه ها خلوت به نظر می رسد و افراد تلاش می کنند که بیشتر در خانه هایشان بمانند. متشکرم از تو سهراب ضیا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید نگران فساد در مصرف بودجه اختصاص یافته به مبارزه با کرونا. سید اکرم افضلی رئیس این نهاد گفته شفافیت بخش مالی افغانستان در حدی نیست که پاسخگوی نیازهای افغانها به ویژه در زمان گسترش بحران کرونا باشد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با ثبت 230 مورد جدید ابتلا به کرونا، شمار مبتلایان شناسایی شده به بیش از 2170 نفر رسیده. محمد ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت حقوق بشر از هرات با ما هستن. آقای تیموری، نگرانی اصلی دیدبان شفافیت چیه و چه تخلفاتی صورت گرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دیدبان شفافیت افغانستان امروز در طی یک برنامه خبری نگرانی های خود از عدم توانایی حکومت افغانستان در مصرف منابع ملی و کمک های بین المللی در مبارزه با کرونا ابراز کردند. علتش این است که بر اساس بررسی هایی که ما در 12 سال گذشته انجام دادیم،
بودجه ملی افغانستان و ساختار مالی و اقتصادی افغانستان در زمینه شفافیت 50 نمره دارد، در زمینه مشارکت مردم 15 نمره از 100 دارد و در زمینه نظارت از مصرف کمک ها و مصرف بودجه 31 نمره از 100 دارد. در این وضعیت ما در حالت هستیم که ساختار مالی و انکشافی افغانستان توانایی ازیره نداره که تبعات کرونا و همچنان در وضعیت کرونا بتانه به نیازهای اقتصادی مردم پاسخ بده. چه کسی قرار هست که پاسخگو باشه؟ میبینیم که همین الان وزیر بهداشت و مشاور رئیس جمهوری به خاطر اینکه در مجلس حاضر نشدن تا به سوالات نمایندگان پاسخ بدن، به دادستانی معرفی شدند. پاسخگویی کلی از دولت افغانستان است. در زمینه مبارزه با کرونا تنها بحث دو مقام دولتی هم نیست. تمام حکومت افغانستان بسیج شده تا اینکه با کرونا مبارزه کنه، از رئیس جمهور افغانستان تا والیان در ولایات. بنابراین بحث پاسخگویی در همه سطوح حکومت افغانستان باید وجود داشته باشه. آنچه که ما در این گزارش می‌خوایم تاکید بکنیم این هست که چون ساختارهای نظارتی دولت افغانستان نمیتونه جلوی سوء استفاده، فساد، اختلاس از کمک‌ها و منابعی که برای مبارزه با کرونا استفاده میشه جلویش بگیره، نیاز است که روی نظارت مردمی و همچنان نظارت از طریق رسانه‌ها و از طریق گروه‌های مردمی و جامعه مدنی تاکید بشه. متشکرم از شما محمد ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. زیان اقتصادی ناشی از کرونا فرانسه و ایتالیا را دچار رکود کرد. آلمان گروه حزب الله لبنان را تروریستی اعلام کرد. در ادامه این برنامه، تلاش جهانی برای یافتن داروی حیاتی. آلمان فعالیت گروه حزب الله لبنان را که تحت حمایت ایران است در خاک خود ممنوع کرد و این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. پلیس آلمان صبح امروز با هجوم به بعضی از خانه‌ها و اماکن شماری از افراد مشکوک به عضویت در حزب الله لبنان را بازداشت کرد. مریم انصاری روزنامه‌نگار در کلن آلمان با ماست. خانم انصاری، بیشتر در مورد این تصمیم آلمان و اینکه چرا الان چنین تصمیمی رو می‌گیره بهمون بگید. ببینید، آلمان مدت هاست که با این مسئله درگیره و تصمیمی که الان گرفته یک پیشینه خیلی طولانی داره. سال گذشته، در دسامبر سال گذشته، پارلمان آلمان تصویب کرد که فعالیت فرهنگی به عبارتی شاخه سیاسی حزب الله لبنان هم در آلمان تعطیل بشه. وزارت کشور آلمان هم مأمور شد که اسناد و مدارک کافی رو در این رابطه به دست بده، که حالا آمدن و اعلام کردن که با توجه به تبلیغاتی که انجمنها و مراکز و دفاتر اینها برای شاخه نظامی حزب الله میکنن، یعنی شعار نابودی اسرائیل و مبارزه مسلحانه با اون و همینطور هم تامین مالی حزب الله لبنان، این فعالیت ها ممنوع میشه و با تعطیلی این چهار انجمن که شما هم بهش اشاره کردید در شهر برمن، دورتموند، برلین و مونستر آلمان، عملا فعالیت فرهنگی و یا شاخه نظامی حزب الله لبنان در آلمان تعطیل میشه. این چه تأثیری بین در رابطه آلمان با چه لبنان و چه کشورهایی که حمایت میکنند از گروه حزب الله لبنان خواهد گذاشت؟ ببینید، این یک چالش هست برای دولت آلمان. واقعیت اینه که دولت آلمان مدت هاست که وزارت کشور، وزارت خارجه، وزارت دادگستری و همینطور هم نهادهای امنیتی آلمان با هم دیگه جلسه داشتن تا به چنین تصمیمی برسن. مهمترین چالش هم این هستش که آلمان با توجه به رابطه بسیار نزدیکی که با اسرائیل داره و از حامیان اصلی اسرائیل به حساب میاد، از اون طرف هم ارتباطات بسیار گسترده و خوب با حزب الله لبنان تا به حال سعی کرده بوده که داشته باشه. و یکی از مواردی که آلمان رو به شدت تحت فشار گذاشت، خود ریچارد برنر سفیر آمریکا بود در این رابطه که به این مرحله برسه. الان با توجه به تصمیمی که دولت آلمان گرفته، وارد یک مرحله خیلی پیچیده شده.
و اون همینه که از این به بعد چگونه میخواد نقش میانجی بین اسرائیل و حزب الله لبنان رو ایفا بکنه. به هر حال تصمیم پیچیده‌ای هستش و به همین خاطر هم بودش که سال گذشته در پارلمان آلمان یک سری احزاب به این لایحه رأی ندادن، از جمله حزب سبزها که درست استدلالش همین بود ما حزب الله لبنان نقش محوری داره در دولت لبنان و در پارلمان اونها و ما با این کارمون عملا هر گونه ارتباطی رو که میتونه تاثیرگذار باشه روی حزب الله لبنان از بین میبریم و هیچ گونه امکان تاثیرگذاری نداریم. متشکرم. مریم انصاری، روزنامه‌نگار در کل آلمان، ممنونم. در هفته جهانی واکسیناسیون، صندوق کودکان سازمان ملل هشدار داده به خاطر شیوع ویروس کرونا اختلال در برنامه‌های واکسیناسیون بسیاری از کشورها رو به افزایش است. همچنین سازمان بهداشت جهانی نگران شیوع بیماری‌های دیگر بعد از گسترش کرونا است. آنایتا شمس گزارش می‌دهد. واکسیناسیون سالانه از مرگ 2 تا 3 میلیون نفر جلوگیری می‌کند. واکسن‌ها در مقابل بیماری‌های مرگبار از بزرگترین دستاوردهای بهداشت عمومی در تاریخ هستند. اما با وجود این، در سال 2018 13 میلیون کودک در سراسر جهان به واکسیناسیون دسترسی نداشتند. این آمار قبل از همه‌گیری ویروس کرونا است. توجه زیادی میشه به کمبود ماسک و آزمایش‌های تشخیصی کووید و امثال اون. ولی بدور از اینها ما باید بدونیم که ملزومات اولیه خدمات سلامت هم به شدت دچار کمبود شدن، مثل واکسن‌ها. حداقل 21 کشور در سطح دنیا کمبود شدید واکسن‌های روتین رو برای کودکانشون گزارش می‌کنن که این هم به دلیل اینه که تولید کاهش یافته و کارگران نتونستن برن سر کارشون و هم به دلیل اینکه پروازهای بین‌المللی دچار اختلال شدن و نمیشه واکسن رو به کشورهای کنار احتیاج دارن رسوند. تمامی بسیج‌های ملی ایمنسازی که در طی چند روز درصد بالایی از جمعیت معمولاً به صورت خونه به خونه و محله به محله واکسینه میشن متوقف شدن. تا این لحظه بیشتر از 13.5 میلیون کودک تو واکسیناسیون روتینشون وقف افتاده. رئیس سازمان بهداشت جهانی در هفته جهانی واکسیناسیون هشدار داده که بدون واکسن کودکان زیادی در سراسر جهان جان خود را از دست خواهند داد. کودکان کمتر در معرض خطر ابتلا به بیماری کشنده کووید 19 هستند، اما در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های کشنده دیگری هستند که با واکسن قابل پیشگیری است. به گفته یونیسف، تنها کشورهای توسعه نیافته که سیستم بهداشتی ضعیف دارند در خطر شیوع بیماری‌های قابل اجتناب نیستند. نماینده بریتانیا در یونیسف می‌گوید این کشور در حال حاضر در معرض شیوع بیماری سرخک است و در بحران کرونا خطر ابتلای کودکان به این بیماری افزایش پیدا کرده. سازمان بهداشت جهانی همچنین وضعیت کشورهایی در جنوب آسیا و آفریقا را نگران کننده توصیف کرده. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، والدین از ترس ابتلا به کرونا دریافت واکسن‌های کودکان را به عقب انداختند و این امر می‌تواند میلیون‌ها کودک را در معرض خطر بیماری‌های کشنده قرار دهد. رئیس سازمان بهداشت جهانی به کسانی که در روزهای شیوع کرونا می‌ترسند برای واکسیناسیون به پزشک مراجعه کنند گفته خطر ابتلا به بیماری‌های کشنده دیگر بیشتر از نگرانی از مبتلا شدن به ویروس کرونا است. حالا کارشناسان نگرانند که همه‌گیری کووید 19 موجب از بین رفتن چندین دهه تلاش برای ایمن‌سازی جهان در برابر بیماری‌های قابل پیشگیری شود. وقتی پوشش واکسیناسیون کاهش پیدا کند، با شیوع بیماری‌های دیگری از جمله سرخک و فلج اطفال روبرو خواهیم شد که کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. آنایتا شمس، بی بی سی. در بریتانیا تقریبا از هر 3 بیمار مبتلا به کرونا که در بیمارستان بستری شدند یکی جانش را از دست داده است. این نیاز به درمان بیماری کووید 19 را برجسته تر می کند. داروهای زیادی همین حالا در حال آزمایش هستیم. بزرگترین تحقیق در جهان برای یافتن درمان یک بیماری است. گزارش فرگوس والش رو ببینیم. What would the world give for a cure for coronavirus? It has turned hospital wards into alien landscapes. Staff at Addenbrookes in Cambridge must be shielded from the highly infectious virus. Patients like Peter, who's 89, must rely on oxygen, the one thing known to help. I was fighting for breath.
is very bad. That was on about day three. I couldn't breathe. The toll on individuals and their families has been enormous. Did you feel that it might at one point take you away? Yes. At my age, everybody said it would. Oh, you're doing so well. Come on. You are, I know you are. Peter is part of a national trial which is examining five drugs used for other conditions to see if they work for coronavirus. I'm not in any pain, but I'm just so weak. Until they get results, doctors have limited options. So it's extraordinarily difficult to watch a large number of patients get so incredibly unwell and know that we have no therapies anywhere in the world that are proven to be efficacious. It means that there's an urgent health need to do research in this space so that we can understand what treatments work and what don't. خب خیلی معذرت میخوام، این گزارش قرار بود که ترجمه شده باشه، ما نسخه ترجمه شده رو داریم ولی متاسفانه نسخه اشتباهی رو پخش کردیم. اجازه بدید که مصاحبه ای رو که ساعت قبل انجام دادم با دکتر امین مقدم، پژوهشگر متخصص ایمنی شناسی در لندن، از او پرسیدم با توجه به بعضی از تردیدها درباره مؤثر بودن داروی رمدسیویر در درمان کووید 19 چقدر میشه که به این دارو امیدوار بود. اجازه بدید این مصاحبه رو با هم ببینیم. در چند کشور جهان، آمریکا، چین و چند کشور اروپایی، من جمله انگلیس، این دارو رو روی کارآزمایی بالینی یا کلینیکال ترایل داریم و منتظر بودیم که جواب اینها بیاد بیرون. ببینید توی کارآزمایی بالینی ما یه سری چیزهای مختلف رو اندازه میگیریم و هر کارآزمایی بالینی به یک جنبه ممکنه بپردازه، مثلا توی یکی ممکنه بیمارانی که تازه مثبت شدن رو روی درمان بذارن، توی یکی دیگه بیان بیمارانی که تو مراحل پیشرفته هستن در بیمارستان یا حتی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه هستن. بنابراین باید با جمع‌بندی تمامی نتایج به اون نتیجه که ما می‌خوایم برسیم. در حال حاضر همونطور که گفتید، در حالی که آمریکا و آقای دکتر فاوچی در مورد کارآزمایی که در اونجا در حال جریان صحبت کرده، ولی نتایجش باید بدونیم که هنوز در جای چاپ نشده، بازبینی نشده توسط متخصصان و فقط ما چند تا شماره از ایشون شنیدیم. اما همزمان، جالبه که همزمان با اون دیروز در مجله لانست که مجله معتبر پزشکی، نتیجه کارآزمایی چین چاپ شد که بازبینی شده توسط متخصصان و نتایجش رو مورد قبول بوده و این نتایج متاسفانه نشون داده که اثر واضحی وجود نداشته، اثر اگر هم بوده بسیار کم بوده و شاید توی گروه خاص. و این موضوع این رو به ما بیشتر نشون میده که در پیدا کردن دارو و درمان مناسب اصلا عجله نباید کرد و باید صبر کرد تا تمام جوابهای اینها بیان بیرون و ما بر اساس جمع‌بندی بدونیم که آیا یک دارو اهمیت داره و اگه اهمیت داره برای چه گروهی اهمیت داره. شاید نشه برای همه افراد اون رو استفاده کرد. و شانس این وجود داره که روند درست کردن واکسن تسریع پیدا بکنه. ببینید در حال حاضر ما روند تولید واکسن برای بیماری کرونا اخیر خود به خود بسیار بالاتر از حالتها و اپیدمی‌های قبلی بود. یعنی ما بیشتر از ده‌ها الان واکسن در حال کارآزمایی بالینی داریم و همینطور هم تعدادشون افزوده میشه. بنابراین در هر دو جبهه، یعنی در جبهه فارماسی، فقط یک دونه از ده‌ها دارویی که در حال آزمایش شدن هستن. گفتگویی بود با دکتر امین مقدم. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که با ما هستید.